با سلام به برنامه این هفته ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدین. من مهران میرزایی هستم. در برنامه امروز مروری داریم بر چند گزارش مهم هفته. فرمانده کل سپاه از نقش این ارگان در جمهوری اسلامی میگوید. یک نماینده مجلس از استیضاح وزیر آموزش و پرورش خبر داد. دبیر کل سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام نارضایتی کرد. مهستان بختیاری در دو گزارش جداگانه به قرارداد گازی میان ایران و ترکیه و بازتاب کشته شدن نوجوان 15 ساله‌ای که در جریان ناآرامی‌های ترکیه کشته شد می‌پردازد. و محمد رضا شاهید از خبر شنود مکالمه تلفنی نیکولا سارکوزی در خصوص دریافت کمک مالی در انتخابات می‌گوید. با ما همراه باشید. فرمانده کل سپاه پاسداران بار دیگر وظایف این نهاد نظامی را فراتر از موضوعات دفاعی و نظامی توصیف کرد. حضور پررنگ سپاه پاسداران در سالهای اخیر در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی انتقادات زیادی را به دنبال داشته است. منتقدان نسبت به تمرکز قدرت نظامی، اطلاعاتی و اقتصادی در دست یک نهاد هشدار می‌دهند. اما سپاه می‌گوید که برای کمک به رشد و توسعه ایران وارد فعالیت‌های اقتصادی شده است. قرارگاه خاتم الانبیا یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سپاه پیشتر اعلام کرده بود که پروژه‌های زیر 100 میلیارد تومان را نمی‌پذیرد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفته این نیرو نباید خود را تنها در موضوعات دفاعی و نظامی محدود کند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جعفری در همایش سراسری روحانیون سپاه فلسفه وجودی جمهوری اسلامی را مقابله با نظام سلطه عنوان کرده و افسوده سپاه پاسداران به عنوان نیروی حافظ انقلاب نباید خود را صرفاً در مباحث دفاعی و نظامی محدود کند. فرمانده سپاه توضیحی در مورد سایر وظایف سپاه بیان نکرده، اما به نظر می‌رسد منظور وی حوزه‌های اقتصادی و سیاسی باشد. جعفری همچنین تهدید اصلی انقلاب را تهدیدات نرم در حوزه‌های فرهنگ، جامعه و سیاسی معرفی کرده که علی خامنه ای از آنها به عنوان شبیخون فرهنگی یاد کرده است. به گفته فرمانده کل سپاه، هدف اصلی هجمه‌ها در جنگ نرم نفوذ در دل و قلب مردم است که با ابزار رسانه صورت می‌گیرد. از این جهت سپاه پاسداران باید خود را علیه این نوع تهدیدات آماده کند. وی در این حال گفت که سپاه پاسداران و روحانیت در جبهه واحد علیه جنگ نرم دشمنان مبارزه می کنند. جعفری هدف سپاه پاسداران و روحانیت را کمک به توسعه دین خدا بر روی زمین عنوان کرده است. وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت دشمنان در صددند تا انقلاب اسلامی را از پای درآورند. فرمانده سپاه مدعی شده هرچه فشارهای اقتصادی آنها بیشتر شد، حمایت مردم از انقلاب نیز افزایش یافت. آیت الله خمینی در وصیت‌نامه خود سپاه را از دخالت در حوزه سیاست منع کرده بود، اما پس از مرگ او فعالیت این نهاد در امور اقتصادی و سیاسی به شدت افزایش یافت. فعالیت‌های اقتصادی سپاه به خصوص در دوران احمدی نژاد افزایش چشمگیری پیدا کرد، به طوری که بسیاری از قراردادها بدون رعایت تشریفات و مناقصه در اختیار این نهاد قرار می‌گرفت. با روی کار آمدن حسن روحانی انتظار می رفت از فعالیت‌های اقتصادی سپاه کاسته شود، اما شهریور ماه حسن روحانی رئیس جمهور ایران از سپاه پاسداران خواست که اجرای 3-4 پروژه بزرگ ملی را بر عهده بگیرد و در جلوگیری از قاچاق کالا هم به دولت کمک کند. آقای روحانی گفته بود که سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست و باید پروژه‌های مهمی را بر عهده بگیرد که بخش خصوصی توان اجرای آن را ندارد. سپاه همچنین در حوزه سیاست نیز فعالیت‌های خود را گسترش داد. حضور تدریجی سپاه در سیاست ابتدا با پوشش بسیج و از حوزه داخلی آغاز و تدریجاً با در اختیار گرفتن تعداد قابل ملاحظه‌ای از سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجی، مناسبات با آمریکا، تدوین و هدایت دیپلماسی اتمی و حضور در جنگ داخلی سوریه دامنه آن گسترش یافت.
در پی اختلاف دولت ترکیه با ایران بر سر قرارداد گازی که پیشتر منعقد شده بود، ترکیه در ماه مارس 2012 برای کاهش قیمت گاز وارداتی از ایران دادخواستی را به دیوان داوری بین المللی ارائه کرده است. این دادخواست اکنون به مرحله نهایی رسیده و اگر این دادگاه به نفع ترکیه رأی دهد، ایران باید به ترکیه در خصوص گاز صادراتی 30% تخفیف بدهد. جزئیات بیشتر در گزارش مهستان بختیاری از ترکیه. دیوان داوری بین المللی کار بررسی شکایت ترکیه از ایران در زمینه قیمت گاز صادراتی به این کشور رو به پایان برده و اونطور که گفته شده تا 3 ماه آینده رأی نهایی این دیوان هم صادر میشه. هم مقامات ترکیه و هم مقامات ایران معتقد هستند که رأی نهایی به نفع اونها خواهد بود. اما بحث شکایت ترکیه از ایران در زمینه قیمت گاز صادراتی به این کشور برمیگرده به قراردادی که سال 1996 میان دو کشور منعقد شده و بر اساس این قرارداد ایران میبایست سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر میکرد. مقامات ترکیه معتقد هستند که در طی این مدت ایران نتونسته به خوبی به تعهداتش عمل بکنه و از این حیث ایران تأمین کننده گاز مطمئنی برای ترکیه نبوده. اونها بحث اشکالات فنی و قطعی گاز در ترکیه رو مطرح میکنن، اما مسئله اساسی ترکیه از اینکه این شکایت رو به دیوان داوری بین المللی برده اشکالات فنی و مسائلی از این قبیل نیست، بلکه اساساً بحث قیمت گاز مطرح هستش. ترکیه معتقد است که این قیمت بسیار گران هست و ایران میباید این قیمت رو کاهش بده، موضوعی که از سوی ایران پذیرفته نشده و تنها آقای نامدار زنگنه گفته که در یک صورت ما میتونیم قیمت گاز رو کاهش بدیم، آن هم به این شرط که ترکیه 2 برابر میزان کنونی که از ما گاز میخره رو گاز بخره و در یک قرارداد جدید این موضوع منعقد بشه، موضوعی که هنوز به هر حال ترکیه به اون پاسخ روشنی نداده و مشخص نیست که آیا این پیش شرط رو بپذیره و یا خیر. اما در شرایط داخلی ترکیه هم این قرارداد از سوی بسیاری از کارشناسان مورد نقد و اعتراض هستش. به همین دلیل است که مقامات انرژی ترکیه تحت فشار هستند و عنوان میکنن با توجه به کاهش قیمت جهانی گاز ایران میباید در این قرارداد تجدید نظر بکنه. بر اساس این قرارداد در شرایط کنونی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه برای هر 1000 متر مکعب 490 دلار هستش و ایران 20% گاز مورد نیاز ترکیه رو تامین میکنه. یک نماینده مجلس از جمع‌آوری بیش از 100 امضا برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش خبر داد. در همین حال معاون نظارت مجلس ایران گفت قوه مقننه در 6 ماه بیش از 2000 تذکر به دولت روحانی داده است. احضار پی در پی اعضای کابینه حسن روحانی به مجلس و افزایش بی سابقه تذکر و طرح سوال از وزیران با انتقادهایی از سوی رئیس جمهور و حامیان دولت روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری مجلس، فتح‌الله حسینی نماینده قصر شیرین در مجلس گفت طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش آماده شده و فردا با 100 امضا به هیئت رئیسه مجلس تحویل می شود. وی با بیان اینکه این طرح دارای 18 محور است گفت سوء مدیریت و محقق نشدن مطالبات فرهنگیان از جمله دلایل طرح این استیضاح است. فتح‌الله حسینی روز 6 اسفند ماه نیز به خبرگزاری فارس گفته بود که طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با 79 امضا آماده ارائه به هیئت رئیس است. این نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به بی‌توجهی به هوشمندسازی مدارس خاص، شاهد استعدادهای درخشان و غیر انتفاعی و عدم پرداخت حقوق معلمان ایثارگر و حق و تدریسی، مدیریت وزیر آموزش و پرورش را غیر قابل تحمل خوانده بود. علی اصغر فانی دومین گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت آموزش و پرورش بود که 5 آبان ماه با 185 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع نمایندگان مجلس به کابینه پیوست. پیش از او محمد علی نجفی با اختلاف 1 رأی از کسب رأی اعتماد باز ماند. استیضاح وزیر آموزش و پرورش در صورت اجرا نخستین استیضاح در دولت حسن روحانی خواهد بود. همچنین این استیضاح در حالی قرار است فردا رسما کلید بخورد که با توجه به انتقاد علی خامنه ای از وضعیت فرهنگی و نیز حملات محافظه‌کاران به علی جنتی، احتمال استیضاح وزیر ارشاد در هفته‌های آتی نیز وجود دارد. در همین راستا حسین مظفر معاون نظارت مجلس ایران با تاکید بر رشد بسیار زیاد تعداد تذکرهای نمایندگان به دولت حسن روحانی در مقایسه با دولت محمود احمدی نژاد گفت که در 3 ماه منتهی به 6 اسفند ماه حدود 1213 تذکر به وزیران، رئیس جمهوری و دولت 11 داده شده است.
معاون نظارت مجلس همچنین افزود که نمایندگان 191 سوال از اعضای دولت را تقدیم هیئت رئیسه کردند و به این ترتیب تعداد کل سوالات مجلس نهم از دولت آقای روحانی به 467 مورد رسیده است. حسین مظفر در آذر ماه گذشته گفته بود که تعداد سوالات نمایندگان مجلس از دولت 11 در 3 ماه اول عمر این دولت در مقایسه با زمان دولت محمود احمدی نژاد 5 برابر افزایش یافته است. در دی ماه گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد شدید از مجلس برای سوالات پی در پی از دولت گفته بود سوال حق نمایندگان است، اما چنین حجمی از سوال از وزرا با حجم کاری بالای آن تناسب ندارد و بعضاً برخی از تقاضاها و درخواست‌ها نیز منطبق با قانون نیست و وزیر در قبال عدم برآورده کردن آن نباید تهدید شود. بیشترین تعداد از سوال‌ها و تذکرات مربوط به دولت 11 از سوی نمایندگان عضو جبهه پایداری که گروهی وابسته به محمد تقی مصباح یزدی است مطرح شده است. اعضای این تشکل سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1392 از سعید جلیلی رقیب حسن روحانی حمایت کردند و منتقد سرسخت دولت وی هستند. و اما دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید دولت حسن روحانی به تعهدات خود عمل نکرده و آزادی‌ها در ایران را افزایش نداده است. بان کی مون همچنین نسبت به افزایش شدید اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد. در همین راستا مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان هم میگوید با روی کار آمدن روحانی وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود نیافته است. سازمان ملل دوم اسفند ماه هم با بیان اینکه در سال 2013 میلادی بیش از 700 تن در ایران اعدام شدند نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز بان کی مون در ژنو گفت علی‌رغم وعده‌هایی که حسن روحانی در دوران نامزدیش در انتخابات و پس از انتخاباتش به عنوان رئیس جمهور مطرح کرد، دولت جدید در خصوص ارتقای آزادی بیان و حفاظت از آن اقدام قابل توجهی نکرده است. رسانه‌های ایران، ام از مطبوعات و رسانه‌های آنلاین، همچنان با محدودیت‌ها و مواردی چون توقیف و تعطیلی مواجهند. وی همچنین نسبت به افزایش شدت اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی و تأکید کرد که بیشتر این اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر بوده، اما در میان اعدام شدگان زندانیان سیاسی و اقلیت‌های قومی نیز بودند. بان کی مون گفت دولت جدید نگرشش نسبت به اجرای مجازات اعدام را تغییر نداده است و به نظر می‌رسد دنبال روی عملکرد دولت‌های قبلی هستند. دولت هایی که به شدت بر مجازات اعدام به منظور روشی برای مبارزه با جرایم تکیه می کردند. دبیر کل سازمان ملل همچنین به بازداشت افراد به دلیل ابراز عقیده و باورهای مخالف با حکومت اشاره کرد. بان کی مون در این سخنان اگرچه از آزادی 80 زندانی سیاسی در حدود 7 ماه گذشته استقبال کرد، ولی گفت که همچنان شمار زیادی زندانی سیاسی در ایران وجود دارد. به گفته سازمان ملل از دسامبر سال 2013 تا کنون 35 روزنامه نگار و 16 فعال اینترنتی به اتهام‌های مختلف بازداشت شدند. وی در ادامه خواستار آزادی فعالان، وکلا، روزنامه نگاران، زندانیان سیاسی و همچنین پایان حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی شد. در همین راستا مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان هم میگوید که با وجود وعده هایی که حسن روحانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر و شهروندی داده، در این حوزه عملا تغییری حاصل نشده است. به گزارش دویچه وله، وی تاکید کرده است که فشار بر دولت ایران برای رعایت حقوق بشر باید بیشتر شود. مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان در واکنش به بحث قربانی شدن موضوع حقوق بشر در پای پرونده هسته ایران میگوید من طور دیگری به این قضیه نگاه میکنم. این درست است که در افکار عمومی بیشتر مسئله مذاکرات هسته‌ای مطرح بوده، ولی ما در هفته‌ها و ماه‌های اخیر چندین بار به دولت ایران نامه نوشتیم و از گزارش‌های عفو بین‌الملل پشتیبانی کردیم. ما درخواست کردیم مخالفینی که ناعادلانه دادگاهی شدند و به زندان افتادند آزاد شوند. برای ما این موضوع اهمیت دارد. شاید افکار عمومی ما نیاز بیشتری به روشنگری دارد، چون مذاکرات هسته‌ای به لحاظ سیاسی بر همه چیز سایه انداخته و به نظر من این درست نیست. مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان در ادامه همچنین تاکید می‌کند به نظر من گفتگو و مذاکره با ایران راه درستی است.
زیرا آلترناتیو و راه‌های دیگر پر خطر است. در این حال ما به شرکت‌های آلمانی که قصد دارند بدون در نظر گرفتن وضعیت حقوق بشر در ایران قرارداد ببندند و فعالیت کنند نیز هشدار می‌دهیم. انتخاب حسن روحانی در سال گذشته میلادی امیدها به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران را افزایش داده بود. با آزادی برخی از زندانیان سیاسی پیش از سفر رئیس جمهور ایران به نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، این گمان قوت گرفت که حکومت ایران ممکن است روندی متفاوت را در زمینه حقوق بشر در پیش بگیرد. با این وجود نه تنها وضعیت حقوق بشر بهبود نیافت، بلکه بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل و همزمان با مذاکرات هسته‌ای و توافق ژنو، روند اعدام‌ها هم در ایران شتاب بیشتری گرفت. در این خصوص پیشتر یک سخنگوی سازمان ملل متحد گفته بود که فقط در 7 هفته نخست سال میلادی جاری بین 80 تا 95 نفر در ایران اعدام شدند. در همین حال و علی‌رغم درخواست‌های مکرر سازمان ملل، جمهوری اسلامی از سال 2005 تا کنون به گزارشگران و بازرسان حوزه حقوق بشر سازمان ملل اجازه سفر به ایران را نداده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، تا کنون چندین گزارش در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرده است. وی قرار است در چند روز آینده گزارش جدیدی را در این زمینه ارائه کند. پس از انتشار خبر درگذشت یک پسر 15 ساله که در تظاهرات تابستان گذشته پس از اصابت گلوله گاز اشکاور به کما رفته بود، در 2 شهر بزرگ ترکیه میان تظاهرکنندگان و پلیس درگیری‌های روی داده است. مرگ برکین الوان، این نوجوان 15 ساله، 11 مارس اعلام شد. او 8 نفری است که در جریان تظاهرات اعتراض‌آمیزی که از پارک گزی شروع شد و به دیگر نقاط ترکیه هم سرایت کرد، جان خود را از دست می‌دهد. مهستان بختیاری، خبرنگار ما از ترکیه، گزارش می‌دهد. الوان، نوجوان 15 ساله که سال گذشته در جریان ناآرامی‌های ترکیه بر اثر اصابت گلوله به سرش مدت 9 ماه رو در کما به سر برده بود، نهایتاً روز سه‌شنبه جان خودش رو از دست داد. پس از آنکه خانواده الوان خبر مرگ او رو تایید کردند، برخی از گروه‌های دانشجویی به نشانه اعتراض دست به تجمعاتی در 2 شهر استانبول و آنکارا زدند که با واکنش پلیس روبرو شد. دانشجویان خواستار تعطیلی کلاس‌ها بودند. حتی برخی از گروه‌های دیگه هم به نشانه اعتراض خواستار برگزاری تجمعات گسترده‌تری در روز چهارشنبه و همزمان با تشییع جنازه این نوجوان ترک شدند. در جریان ناآرامی‌های سال گذشته در شهر استانبول، الوان به قصد خرید از خانه خارج میشه که مورد اصابت گلوله گاز اشکاور از ناحیه سر واقع میشه و با همه تلاشی که پزشکان در طی این 9 ماه انجام دادن تا او از کما خارج بشه، متاسفانه او نتونست که از کما خارج بشه و نهایتاً روز گذشته جان خودش رو از دست داد. در واکنش به این موضوع، علاوه بر اعتراضاتی که صورت گرفت، خود آقای عبدالله پور ریاست جمهوری هم واکنش نشون دادن. ضمن ابراز تأسف از این خبر، عنوان کردن که ما امیدواریم که همه تلاش بکنیم که در آینده دیگه شاهد چنین اتفاقات ناگواری در ترکیه نباشیم. ناآرامی‌های ترکیه سال گذشته زمانی آغاز شد که دولت تصمیم داشت در محوطه پارک گزی در شهر استانبول یک مرکز خرید رو احداث بکنه. بسیاری به تخریب پارک گزی که یک نماد فرهنگی برای مردم شهر استانبول بودن اعتراض داشتن. دامنه این اعتراضات به شهرهای دیگه هم کشیده شد و به هر حال تأثیر خاص خودش رو تا به امروز بر تحولات داخلی ترکیه باقی گذاشته. این اعتراضات و ناآرامی‌ها در ترکیه که هفته‌ها به طول کشید، منجر به کشته شدن 8 نفر از جمله یک افسر پلیس شد. بر روی این اتفاقات و اخبار آن هم در آستانه انتخابات محلی میتونه تأثیر خاصی بر شرایط کلی حزب عدالت و توسعه بگذاره. حزب عدالت و توسعه که در ماهای گذشته شرایط مناسبی رو پشت سر نگذاشته و به نظر میرسه این گونه اخبار هم میتونه بیشتر به این شرایط دامن بزنه. خبر شنود مکالمه تلفنی نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه، مبنی بر دریافت میلیون‌ها دلار کمک مالی در جریان انتخابات، بار دیگر وی را به چهره‌ای خبرساز تبدیل کرد. جزئیات بیشتر در گزارش محمد رضا شاهید از پاریس. هر چهارشنبه صبح با انتشار نشریه کانال آنشنه، نشریه چپ، چندین دهه هست که از رئیس جمهور تا عادی‌ترین مردم کوچه و بازار این نشریه را می‌خرند. از زمان آقای ژیسکار دستان تا همین امروز، هر بار رؤسای جمهور چندین بار با این نشریه مشکل پیدا کردند. آخرین خبر
شنود تلفنی آقای سرکوزی رئیس جمهور سابق است که از زوایای گوناگون دیده ها و نظرات مختلف است. پرونده مربوط می شود به در واقع چندین پرونده، از جمله احتمال دادن مبلغی حدود 50 میلیون دلار به آقای سرکوزی در سال 2007 برای مخارج تبلیغاتی، و به این دلیل تلفن آقای سرکوزی و یکی از مشاورینش شنود می شده است. اینکه این حد قانونی بودن، قانونی نبودن و در واقع کنترل رئیس جمهور سابق تا چه حد می تواند قانونی باشد و نباشد، بحث های مختلفی داره. سه شخصیت زیر سوال برده شدند. آقای مانوئل والز وزیر کشور که از محبوبیت او رو به عنوان جانشین نخست وزیر، جانشین احتمالی نام بردن. وزیر دادگستری خانم توبیرا یکی از محبوب ترین شخصیت ها، و همینطور آقای ایرو نخست وزیر که البته محبوبیت این دو نفر رو نداره، و از جمله خود آقای اولان که آیا آنها در جریان بودن یا نه، چون چنین عملی نمیتواند بدون نظر این افراد انجام شده باشد. بحث و نظر بسیاره، از جمله آلن دویامل یکی از بهترین تحلیلگران در رادیوی ارتل، روزنامه نگاری که هرگز از روی نوشته نخونده و در نتیجه عین گفته های اون رو ترجمهش رو از روی نوشته برای شما میخونم. Évidemment, si les révélations du canard enchaîné se confirment et elles sont précises à défaut d'être jusqu'ici appuyées sur des preuves, si elles se confirment, l'affaire change évidemment de nature et de taille. Jusqu'à présent, le paradoxe dans cette affaire dans les équipes judiciaires de Nicolas Sarkozy, donc... آقای مانوئل والز dans cette وزیر affaire, کشور که میگفت هیچ ارتباطی بین دو وزارتخانه، یعنی وزارتخانه او و وزارت دادگستری وجود نداره، و بالاخره آقای سرکوزی که حالا باید از خودش دفاع کنه و قطعا دوستانش از او نوعی او رو مظلوم حادثه معرفی خواهند کرد. وضعیت در کوتاه مشکل و ملموس است، اما در دراز مدت روشن نیست، چون در گذشتن چند پرونده علیه آقای سرکوزی تقریبا خالی ماند. اما آنچه که مسلم است، آقای سرکوزی در تبلیغات آیندهش خواهد گفت که او مظلوم حادثه بوده و بارها علیه او از طرف دولت کنونی پرونده های رو به تلاش و چالش بود. و اما یک خبر دیگر خارج از آنچه که گفته شد، امروز فاش شده است که در روی یک سایت اینترنتی تعدادی از جهادیون افراطی فرانسه و از جمله آقای اولاند رو تهدید کردن. البته چنین تهدیدهایی قبلا هم وجود داشته، اما این بار نوشته میگوید که نه اولاند و نه سربازانش که مزاحم مسلمانان در مالی و افریقای مرکزی شدند راحت نخواهند بود. البته اطرافیان آقای اولاند میگویند به نفس خطری وجود نداره، اما میبایست که این نوع تهدیدها رو جدی گرفت. پاریس، تلویزیون ایران فردا. ارتش مالزی میگوید که هواپیمای مسافربری این کشور که هفته گذشته مفقود شد در آسمان مسیر پرواز خود را تغییر داده است. در همین راستا و در حالی که هنوز هیچ سرنخی از این هواپیما پیدا نشده، سازمان سیا میگوید نمیتوان احتمال تروریستی بودن این واقعه را رد کرد. این در حالی است که پای ایران هم با داشتن دو مسافر غیرقانونی در این هواپیما به ماجرا باز شده است. از سوی دیگر وبسایت میل آنلاین در لندن هم گزارش داده که تلفن همراه برخی از مسافران این پرواز همچنان زنگ می‌خورد. یک مقام ارشد ارتش مالزی به خبرگزاری رویترز گفت که به باور ارتش پس از آخرین تماس این هواپیما با مرکز کنترل ترافیک هوایی مالزی، این هواپیما به سمت غرب تغییر مسیر داده و صدها کیلومتر در این مسیر پرواز کرده است. این مقام ارشد میگوید هواپیمای مزبور پس از رسیدن به فراز شهر ساحلی کوت بوهارو در شمال شرق مالزی ارتفاعش را کم کرده به سمت غرب و تنگه مالاکا تغییر مسیر داده است. وی همچنین میگوید این یکی از فرضیه هاست که در دست بررسی است. فرضیه‌ای که در صورت قطعی شدن احتمال بروز نقص شدید ناگهانی را رد میکند، زیرا بر اساس این فرضیه این هواپیما پس از تغییر مسیر صدها کیلومتر پرواز کرده است. در همین راستا پای ایران هم به این ماجرا باز شده است، و به گفته پلیس مالزی و پلیس بین‌الملل اینترپل،
این هواپیما از جمله حامل دو جوان ایرانی بود که با گذرنامه دزدی در حال سفر بودند. پلیس مالزی این دو تن را پوریا نور محمدی 19 ساله و سید محمد رضا دلاور 29 ساله معرفی کرده و گفته است که آقای نور محمدی قصد داشته به آلمان پناهنده شود. اینترپل سن این افراد را 18 و 29 ساله اعلام کرده است. رونالد کینوبل دبیر کل اینترپل افزوده است که اطلاعات تازه‌ای که از این دو شهروند ایرانی به دست آمده از احتمال تروریسم به عنوان دلیل ناپدید شدن این هواپیما کاسته است. با این حال جان برنن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا تأکید کرد که مقام‌های اطلاعاتی نباید احتمال دخیل بودن عملیات تروریستی در ناپدید شدن هواپیمای مالزی را رد کنند و افزود شما نمی‌توانید هیچ تئوری را رد کنید. پلیس مالزی هم گفته است که به نظر نمی‌رسد این افراد با گروهی تروریستی مرتبط باشند، اما پلیس با این حال احتمال ربوده شدن هواپیما را رد نکرده و گفته است که تا تکمیل شدن تحقیقات تمامی احتمال‌ها بررسی می‌شود. از سوی دیگر وبسایت میل آنلاین در لندن گزارش داده که تلفن همراه برخی از مسافران این پرواز همچنان زنگ می‌خورد. به نوشته این وبسایت مشخص نیست که آیا تلفن این افراد پس از سقوط سالم مانده یا اتفاق دیگری افتاده است. در همین حال مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در یک نشست خبری درباره مسافران ایرانی این پرواز گفت اخبار مربوط به احتمال حضور دو ایرانی در مجموعه مسافران این هواپیما را ما هم دریافت کردیم که در حال پیگیری این موضوع هستیم. مراتب همکاری و پیگیری مسئله را به سفارت خودمان در مالزی ابلاغ کردیم تا درباره این موضوع اطلاعات بیشتری از مسئولان مالزیایی دریافت کنیم. از سوی دیگر سید حسن نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم ضمن انتقاد از خبرسازی رسانه‌های غربی در مورد دو مسافر ایرانی هواپیمای ناپدید شده مالزیایی گفته است ما احتمال می‌دهیم ربایش هواپیمای مالزیایی توسط آمریکایی‌ها صورت گرفته باشد و آنها پشت پرده این کار باشند. این نماینده مجلس توضیح نداده به چه دلیل معتقد است این هواپیما ربوده شده و محل کنونی نگهداری آن کجاست، اما گفته است که آمریکاییان احتمالاً عواملی را اجیر کردند تا این کار را برایشان انجام دهد. سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی مجلس ایران گفته است که اسناد منتشر شده توسط رسانه‌های غربی درباره حضور دو ایرانی در این پرواز که بدون گذرنامه وارد پرواز شدند جنگ روانی است و در آن آثاری از توطئه جدید آمریکا علیه ایران دیده می‌شود. پرواز MH370 هواپیمای مالزی با 239 مسافر و خدمه 30 دقیقه پس از نیمه شب 17 اسفند ماه از کوالالامپور به مقصد پکن از زمین برخاست، اما حدود یک ساعت بعد از رادار محو و ناپدید شد. این در حالی است که به گفته کارشناسان هواپیمای بوئینگ 777 مدلی که اکنون مفقود شده یکی از امن‌ترین هواپیماهای جهان است. و اما مجلس لیبی با دادن رأی عدم اعتماد به علی زیدان نخست وزیر این کشور او را برکنار کرد. زیدان متهم شده در جلوگیری از قاچاق نفت به وسیله گروه‌های شورشی ناتوانی نشان داده است. در همین حال وزیر دفاع به طور موقت ریاست دولت را بر عهده گرفت. پارلمان لیبی از علی زیدان نخست وزیر این کشور سلب اعتماد کرد و عبدالله حسانی وزیر دفاع را به عنوان نخست وزیر موقت برگزید. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که حسانی به عنوان نخست وزیر موقت لیبی سوگند یاد کرد. اقدام به برکناری زیدان از سمت نخست وزیری لیبی پس از آن صورت گرفت که دولت اون نتوانست مانع از خروج یک نفتکش حامل پرچم کره شمالی از بندر نفتی صدر شود. پمپاژ نفت به این نفتکش بدون موافقت دولت لیبی صورت گرفته است. کنترل بندر صدر و دو بندر نفتی دیگر در شرق لیبی در دست افراد مسلحی قرار دارد که خواستار سهم بیشتری از درآمدهای نفتی و دادن حاکمیت خودمختار به منطقه شرقی هستند. محمد عماری زیدان از نمایندگان پارلمان لیبی به خبرگزاری فرانسه گفت 124 تن از مجموع 200 نماینده پارلمان لیبی به سلب اعتماد از زیدان رأی مثبت دادند. او افزود پارلمان عبدالله حسانی وزیر دفاع در دولت برکنار شده زیدان را مأمور کرد به مدت 2 هفته در سمت نخست وزیری موقت باشد
تا در این مدت نخست وزیر جدید انتخاب شود. عمار یادآور شد 145 نماینده در جلسه بعد از ظهر سه‌شنبه پارلمان شرکت کردند. دولت زیدان بارها به شکست در بازگرداندن امنیت به لیبی پس از سرنگونی نظام سرهنگ قذافی رهبر پیشین این کشور متهم شده است. این دولت همچنین به خاطر ادامه چند ماهه بحران در شرق لیبی در پی کنترل بندرهای نفتی توسط معترضان مورد انتقاد قرار گرفته است. شنبه گذشته پس از آنکه نفتکشی با پرچم کره شمالی در بندر ستر لنگ انداخت و معترضان مسلح اقدام به فروش نفت خام بدون اجازه دولت به این نفتکش کردند، انتقادها از دولت زیدان بیشتر شد. مخالفان زیدان تا کنون چند بار تلاش کردند دولت او را سرنگون کنند، اما به دلیل آنکه نتوانستند حد نصاب 124 رأی را برای سلب اعتماد از نخست وزیر جلب کنند، در این اقدام شکست خورده بودند. زیدان که مستقل و نزدیک به لیبرال هاست، استعفا را نمی‌پذیرفت. او همواره اسلامگرایان را به کارشکنی در مسیر فعالیت دولت خود با هدف در دست گرفتن قدرت متهم می‌کرد. درباره نفتکش حامل پرچم کره شمالی، سخنگوی سازمان حفاظت از حوزه‌های نفتی لیبی به شبکه تلویزیونی نبا گفت که نیروی دریایی لیبی به سمت نفتکش آتش گشود و آن را در دریا متوقف کرد. او افزود که این نفتکش آسیب دیده و توان حرکت ندارد و نفتکش ابتدا به دلیل بدی آب و هوا موفق به فرار از بندر سدره شده بود. این مقام لیبیایی گفت که نیروی دریایی ایتالیا در متوقف کردن نفتکش یاری رساند. پیش از آن معترضان مسلح و مسئولانی در شرکت ملی نفت لیبی گفته بودند که نفتکش حامل پرچم کره شمالی بامداد سه‌شنبه بندر سدره را ترک و به آب‌های بین‌المللی رسیده است. انسداد ترمینال‌های نفتی توسط مخالفان مسلح باعث شده که صدور نفت لیبی از 1,400,000 بشکه در روز به 230,000 بشکه کاهش یابد. بنابر برآورد کارشناسان، ضرر دولت لیبی از این رهگذر تا کنون 20 میلیارد دلار بوده است. مناقشه در صدر بخشی از بی‌ثباتی و هرج و مرجی تلقی می‌شود که لیبی 3 سال پس از سرنگونی معمر قذافی همچنان با آن دست به گریبان است. بسیار سپاسگزاریم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردین. این برنامه ساعت 7 بعد از ظهر روزهای یک شنبه به وقت تهران و 3:30 بعد از ظهر به وقت لندن پخش میشه. اگه موفق به دیدن پخش زنده اون نشدین، میتونین این برنامه رو در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنین و از همین طریق و همچنین ایمیل ما که همین الان بر روی صفحه ظاهر شده، میتونین نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارین. تا برنامه دیگر، بدرود.